سه قرأ آرورهای مورچه بسم الله الرحمن الرحیم دوستان ایمانی میخوام در تصویر آرورهای مورچه تعمل کنیم و درنگی داشته باشیم طبعا این تصویر با دوربین های فوق پیشرفته و ده ها بار زوم گرفته شده است آرواره های بسیار خشن و خیلی ترسناک نمایان می شود. این تصویری از آرواره های یه حیوان درنده نیست بلکه فقط یه مورچه کوچیک است. دانشمندان میگویند مورچه از دو آرواره بسیار خشن برخوردار است. بگونه ای که میتواند با سرعته خیلی زیاد طعمه را با آنها بگیرد سرعتی بیشتر از سرعت آرواره های تصور کنید تمسا چقدر ترسناک است مورچه در مقایسه با حجم کوچیکش خیلی از اون ترسناک تر است برای همین دانشمندان میگویند مورچه در مقایسه با حجمش از خشنترین و ترسناکترین مخلوقات روی زمین به شمار میرود و این ماربرون برون داشته است تا بیاندیشیم چرا الله سوره کاملی در قرآن در مورد مورچه نازل کرده است و آن را سوره نمل یا همون مورچه نامیده است زیرا این مخلوق خیلی شگفتانگیز است و دانشمندان هر روز بیشتر به شگفتی آیان پی میبرند و امروزه نیز به قدرت بسیار عظیمی که این مخلوق از آن برخوردار است پی بردند ولی تو ای انسان متکبر چقدر ضعیف هستی آیا اندکی در برابر این مخلوق که ده برابر از تو قوی است تواضع به خرج می دهی. با همین فرموده الله را تلاوت می کنیم که می فرموید. و انسان ضعیف و ناتوان آفریده شده است و این فرموده الله و ندایی که تو رای را انسان متکبر فریاد می زند را یادآور می شدم. ای انسان چه چیزی تو را نسبت به پروردگار کریمت مغرور ساخته است آنکه تو را آفرید آنگاه پس به من بنمایید کسانی که جزو هستند چه آفریدند بلکه ستمکاران در گمراهی آشکارند پس ستایش مخصوص الله پروردگار جهانیان است